نسبت به ابا عبدالله الحسین بی تفاوت نباشیم. خدا بی تفاوت نیست، خدا بی تفاوت نیست. نسبت به ابا عبدالله الحسین حساس باشیم. خدا نمیگذره از امام حسین، خدا نمیگذره. تو هم نگذره، تو هم نگذره. از کنار امام حسین علیه السلام ساده عبور نکنید. صحرای مشهد هیچ کس ساده عبور نخواهد کرد. ما به این سادگی نمیتونیم عمل مقبول پیدا کنیم. اینقدر این کار دشوار هست که ما برای رسیدن به یک عمل مقبول تمام عمر باید تلاش کنیم، به حدی که میفرماید اگر کسی دو رکعت نماز قبول شده داشته باشه بهشت برش واجب میشه. اگر آدم بفهمه که به این سادگی نمیتونه حسنه مقبول پیدا کنه، به این سادگی نمیتونه مقرب بشه، تازه احترام گذاشته به خدا. من بعید میدونم آدمهای معمولی خوب باور کنن این حرفا رو که حضرت امام اواخر عمر انقدر عشق میریختن دیگه حوله باید برای عشق چشمشون میبرد. بعد میفرمودن ببینید من هر کاری میکنم نمیشه، تا جوونی دیگه فکری بکنید. دیگه امام شما اینجوری دارید میگی آدم کلن مایوس میشه. من خواهش میکنم مایوس بشید، چون امام تعارف نمیکرده. حالا با یه دونه تقاضای من کسی مایوس نمیشه، ولی فکر عمیق میخواد. یه فراز فوق العاده گلوگیری دارن در دعای عرفه با عبدالله الحسین. میکشه آدم، صدا میزنه خدایا من کانم محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدایا کسی که خوبیاش بدیهاشه، بدیهاش چجوری بدیهاش نباشه؟ اصلا آدم کامل از خودش مایوس میشه. اون چیزی که گفتن یأس بده، یأس از رحمت خدا بده، ولی یأس از خود لازمه، چون یأس از خود نباشه جاش غروره، جاش منمه، جاش بی احترامی به پروردگاره. یکم این حرفا رو بفهمیم، بعد بفهمیم که خدا عشق برای ابا عبدالله الحسین، اظهار ارادت به امام حسین و زیارت ابا عبدالله الحسین رو رد نمی کن. تو می مانی و حسین، تو می مانی و حسین، تو می مانی و حسین، تو می مانی و حسین. اذا کان یوم القیامه نادا منادن، ندا می داد منادی در آسمان، این زوار الحسین، زوار امام حسین کجا؟ گروهی از مردم بلند می شن. بعد خداوند متعال ازشون سوال میکنه که ما اردتم به زیارت قبر الحسین، چی شما خواستید از زیارت قبر امام حسین، نیتتون چی بود؟ فیقولون یا رب اتیناه حبا لرسول الله و حبا لعلی و فاطمه، ما رفتیم کنار قبر ابا عبدالله الحسین به خاطر محبت پیغمبر، به خاطر محبت علی ابن ابی طالب، به خاطر محبت فاطمه زهرا علیهم الله فتیات و سلام، و رحمتا له من مرتک و منه، و به خاطر دلمون که برای حسین علیه السلام سوخت. خدا چجوری برخورد میکنه؟ فیقال لهم، خداوند متعال به اینها میفرماید شما به این دلیل این کارو کردید، هادا محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، فلحقو بهم، ملحق بشید بهشون، فانتم معهم فی درجتهم. من ترجمه نمی کنم این جملات رو. الحقو بلواء رسول الله، برید زیر پرچم پیغمبر. بعد اینا میرن زیر پرچم پیغمبر، اطرافش رو میگیرن،
از پشت سر و سمت راست و سمت چپ با رسول خدا وارد بهشت میشن. باید ما یک کمی قیامت رو بدونیم یعنی چی تا این اتفاقی که اونجا میفته رو معنا کنیم برای خودمون. امام حسین علیه السلام یک فرصت فوق‌العاده است. هیچ فقط اینا رو باید باور کنیم. قیامت رو باید بدونیم. حساب و کتاب و میزان رو باید بدونیم. مقام رب رو باید بدونی. یه حسن قبول بشه کارت بهشته، از بس یعنی سخت قبول بشه چیزی، اینو باید بدونی. اولیای خدا زجه می زدن که خدای ما رو قبول کن بدون یه ذره گناه در طول عمرشون، اینا رو باید بدونی. بعدی دفعه فرصت امام حسین علیه السلام به این عظمت در این میانه باید بدونی. خداوند متعال بالاتر از فرصت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این عالم نیافریده. اگر آفریده بود بر طاق عرش نام او رو میزد.